تنها فرمانده شیعه طالبان توسط نیروهای طالبان کشته شد. این خبری است که طی 24 ساعت اخیر رسانه ها و فضای مجازی افغانستان را پر کرده است. این جنایت نشان دهنده رفتار ضد انسانی طالبان است که حتی به شخصی که گفته می شود از سرکردگان شیعه مذهب آنها بوده نیز رحم نکردند. همکارم فاطمه موسوی در این باره گزارش آماده کرده که با هم می شنویم. طالبان میگوید مولوی مهدی از سرکردگان پیشین و مخالف طالبان را که از قوم هزاره بوده کشته است. عنایت الله خوارزمی طی اظهاراتی گفت نیروهای مرزی فرمانده مهدی را در حالی که میخواست به طرف ایران فرار کند کشتند. سخنگوی گروه تروریستی طالبان مولوی مهدی را سرکرده شورشیان در بلخاب ولایت سرپل خواند و گفت که او در نقاط مرزی ولایت هرات و ایران شناسایی و کشته شده است. فرمانده مهدی معروف به مولوی مهدی که گفته می شود تنها فرمانده شیعی بوده که در بیش از یک دهه گذشته در صف طالبان جنگید، پس از روی کار آمدن دوباره طالبان به فرماندهی امنیت در بامیان گماشته و سپس برکنار شد، چرا که از دستور طالبان برای رفتن به کابل سرپیچی کرد و به زادگاه خود بلخاب رفت و خواستار تامین حقوق هزاره ها و شیعیان شد. در حالی خبر کشته شدن مولوی مهدی منتشر شده است که نزدیکان وی میگویند او هنوز زنده است. آنها بازداشت مولوی مهدی را تایید می کنند اما گفتند که او هنوز صحت دارد، یعنی زنده است. نزدیکان او همچنین از طالبان خواستند که مطابق دستورات اسلامی و موازین حقوق بشری با اسیر رفتار گردد و بدون محاکمه به ایشان صدمه نرسد. طالبان اما با تایید خبر کشته شدن مولوی مهدی از پایان یافتن عملیات علیه نیروهای مهدی مجاهد در ولسوالی بلخاب خبر دادند. فاطمه موسوی، اخبار شیعه. ساعتی قبل مکالمه ای داشتم با سید میثم احسانی، فعال سیاسی، و از ایشان پرسیدم به نظر شما چرا طالبان مولوی مهدی را حذف کرد و این اقدام چه تأثیر بر آینده این گروه خواهد داشت؟ سلام به شما و بیننده‌های شما. بعد عرض می‌کنم در رابطه با سوال شما که ببینید اساسا ما اول باید طالب را بشناسیم. طالب کی هست؟ طالب چی گروهی است؟ استوار بر چه ایدئولوژی و باوری است؟ طالب یک گروه قومی اسلامی است و بر هر دو مبنا آدم ها و چهره های مثل مولوی مهدی اینها در مانیفست و در روایت کلان طالب و صادقین اینهای بیگانه و غیر خودی قلمدار میشه. یک مسئله است. مسئله دومی است که یک بی‌اعتمادی کلان بین طالب و سایر و جامعه افغانستان است و طالب فکر میکنه که هر کسی غیر از متعلق به قوم کلان خودش میتونه به مسابقه دشمن و مسابقه افراد غیر قابل اعتماد قلم داد شد. با توجه به فضای قومی که در افغانستان است، با توجه به وضعیت حاکم در افغانستان است. این دو مسئله. مسئله سومی است که خب طالب مولای مهدی هم با توجه به مخالفتی که انجام داد، سیاست طالب سیاست رو و وحشت بود. معمولا در طول تاریخ پیدایش طالب تا امروز ما از طالب فقط سیاست حزب رو می‌بینیم، سیاست نادیده گرفتن رو می‌بینیم، سیاست نابودی رو می‌بینیم و این در عملا در رابطه با مخالفانش، دشمنانش و حریفانش استعمال کرده و در رابطه با مولوی مهدی چون اتفاق افتاد. این یک در رابطه با این سوال شما بگویم، باید بگویم که ببینید افغانستان یک کشور متنوع است، افغانستان یک کشور متکثر است، افغانستان یک کشور است که بسیار تعدد داره، کثرت داره از نظر فرهنگی، از نظر مذهبی، از نظر قومی، یک کشور بسیار چندرنگی است و پلورالیسم در اون بسیار به وضوح دیده میشه. از این جهت وقتی یک گروهی به همه واقعیت های افغانستان را نادیده میگیرد، وقتی یک گروهی به ارزش و واقعیت های قومی و واقعیت های مذهبی فرهنگی این جانب نادیده میگیره و میخواد به گونه یک دست و اساس یک دست سازی در افغانستان عمل بکنه و دیگران رو به مسابقه دشمن ببینه، دشمن کلم داد بکنه و دنبال حذف فرهنگیشان باشه، حذف زبانیشان باشه، حذف مذهبیشان باشه، نفعی میکنه در نتیجه. یا مثلا با این شکل از برخورده که اسیر با اسیر رفتار میکنه و اسیران رو میکشن و اعدام میکنن و محکمه صحرایی انجام میده، خب در واقع من فکر میکنم از یک طرف بسیار باعث بی‌اعتمادی بین مردم و طالب میشه، یعنی طالب مردم بیشتر از هر زمان دیگه نسبت به طالب و نسبت به سیاست طالب وحشت خواهد کرد و بی‌اعتماد خواهد شد. یک مسئله است. مسئله دیگه ای است که خب ظلم تا چه وقت میتونه پایدار باشه؟ با توجه به اینکه خب ما
اقوام بسیار مختلفی در افغانستان داریم که در طول تاریخ اسلامی کردن مبارزه کردن. قطعا در برای طالبان ساده خواهد شد، دیر یا زود طالب به مسابقه یک گروه در حد خودش در افغانستان ظهور خواهد کرد، نه به عنوان حاکم مطلق افغانستان. و قطعا چون این عملکرد های میتونه پیامد های بسیار جانبار بر طالب در دراز مدت داشته باشه. سید میثم احسانی فعال سیاسی با ما بودند.